کردم به شما، اذیتتون کردم؟ بله جسدی 12 شب اومدن تو خواب منو بیدارم کردن، باشه به اون رفتن 3 زندان تا به اینجا رسیدم، 3 شب تو زندان بوده، کتک زدن، شامی کشیدن. خانم من چی بهت بگم که دیگه از منو بچم حتی خبر ندارم. ساعت 2 بعد از 3 شب منو زور از خواب کشیدن بیرون، زن اومده بیرون دستش گذاشته خودش زمین با سوی دختر. من چه کار کنم؟ دختر شیرخوار 7 سالت هست، به شما اذیتم کردن، خودم تو همونو زیاد کردن، اونو بردن یه خالچه 900 من داشتم بردن چپ. در شب جمعه آمدن منزل و مرا درخواست کردند از برای سازمان امن. خیال نمی‌کردم به هیچ سو. یه شبی آقای خویی فرستاد، من اصرار دادم و رفتم خدمتشون، گفتش که شما برید خدمت آقای خمینی بگید که آقا ما چه کنیم، آقا این چه وضعیه، هر شب یه 2 تا طلبی رو میگیرن در نوشین امنید خانه ما، از ما هیچ کار ساخته نیست. من آمدم خدمت آقای خمینی، بهشون عرض کردم که آقای خویی سلام رسوند، 2 قصه از این قراره، چه باید کنیم؟ آقای خمینی فرمود که اعلام میکنیم، اخطار میکنیم که اگر از این تاریخ به بعد 1 طلبی را گرفتید ما از این کشور میریم. اینها اثر میکنه، دست برم میدارن. من برگشتم خدمت آقای خویی، پیام ایشون رسونده. آقای خویی گفت اصلا این خاصه اونهاست، همه هدف اونایی که ما پیشین بریم از این مملکت. باز آقای خمینی نه، گفت ما رفتیم خارج، بیکار نمیشینیم، چنین میکنیم، فلان میکنیم. بر صورت باز برگشتم بیان ایشون رو با آقای خمینی و آقای خویی عرض کردم. آقای خویی گفت که تعجبه، خب ما اگه پاشیدیم رفتیم از اینجا، اولا کدام دستگاهی که رفتیار ما قرار بگیره ما بتونیم برای اینا حرف بزنیم، کدام دولتی که با ما همگام بشه، اینکه اولا، و ثانیا اینکه خب ما اگر رفتیم اینها مسلما اون قبور ائمه را مرکز تروسی قاهن قرار داد، مثل ترکیه قاهن کرد، آثار شیعه را عباده می کنند، تمام آثار بس کنند که امام حسین و غیر ذالک را از بین قاهن برد. ما چی جواب بدیم؟ آخر حرف آقای خویی که نه، من که میدانم اینها اهداف بسیار خطرناکی عقیب این کار دارند، میمانم با اینکه میدانم که بسیار بر من سخت خواهد گذشت. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل